کینیا. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده قبل از ملاقات رسمی با مقامات کینیا از یک یتیمخانه فیلها که در پارک ملی نایروبی موقعیت دارد دیدن کرد. کارکنان یتیمخانه شلدر در مورد چگونگی و طرز مراقبت از این نوزادان به وی معلومات دادند. جالب این بود که جان کری به یک نوزاد فیل غذا داد و با کمره خود عکس نیز گرفت. مصر. یک گروه پسران جوان در یک رقابت رقص به نام بریک دنس در جاده های قاهره توجه را جلب کرده بودند. این نوع رقص در مصر بیشتر بین جوانان رواج یافته که آنان بعد از آمادگی 30 دقیقه به شکل حرفوی با یک دیگر به رقابت می پردازند. میار این رقابت ها نوآوری در رقص هایشان می باشد. قرار است هنرمندان از کشورهای مختلف در مسابقات نهایی این نوع رقص که در روم ایتالیا برگزار می شود شرکت ورزند. پاکستان. طراحان پاکستانی مجموعه طرحهای جدید لباس را در لاهور پاکستان به نمایش گذاشتند. فهد حسین یکی از طراحان که مجموعهش به نام دموکرات در نیمه تابستان یاد می شد. در این مجموعه از پارچه های ابریشم و جاجت کار گرفته بود که مورد توجه قرار گرفت. همچنان مجموعه تاد یا آذر که از لباس های فرهنگ ترکی و ایران الهام گرفته بود نیز توجه دوستداران مد فیشن را جلب کرد. و سومین جشنواره هنری با نمایشات گوناگون فرهنگی در قاهره پایتخت مصر برگزار شد. آغاز مراسم این جشنواره با نواختن اقسام دالها توجه را جلب کرده بود. این جشنواره تحت شعار دراما برای صلح عنوان شده بود که هنرمندان بیش از 20 کشور از جمله هند، سریلانکا، روسیه، پاکستان، امارات متحده عربی، نایجیریا و اتیوپیا در آن شرکت ورزیده بودند. مرکز فرهنگی مصر از برگزاری این جشنواره ابراز خوشنودی می نمود.